بریم اینجا ببینیم پوریا پوتک. الکون نویز، چرا تار اسم کارگردان و اینها؟ اوهو بی‌حس. بی تو کی زده؟ صدا سرخپوست. نیای سرخپوست هست دیگه این اینسترومنتی که هست. پرودوس بای پوبون. اوه 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 چه بیتی زده پوبون. چرا میترسی سخت نباشی حتی لحظه نداره تأثیر روی یاد من همیشه هستی چشاتو ببند چرا میترسی. خدا وکیلی پوتک خیلی، من هر آهنگ جدیدش دارم میبینم خیلی هرچی میبینیم پیشرفته خیلی میزنه تو چشم واقعا. دمش گرم خدایی. چه بیتیه این؟ فکر کنم درست دارم میگم، اسمشو نمیدونم، یه حالت نی یا فلوت خیلی گنده ای هست که خیلی هم حالا نه دارن چیزها، حالا این اکت خوشگل نبود، سرخپوستا فکر کنم اون اینسترومنت دیگه. نشیده بودم تا حالا تو موزیکای ایرانی، تو بیت های ایرانی. دمش گرم حاجی. چه بیتیه؟ نداره تحصیل اشتر داره تای قیمت جلو کی میکنی غیبت تو به این حس میگی حسودی من به این حس میگم غیرت اون کیه چه فازی داره تگ چی؟ عشق تگ قیمت نداره؟ راست میگه، اینو راست میگه. اون کیه چه فازی داره بات حرف نمیزنه اون عادی بات به میگی دوستای عادی من تو خودت و همه دوست عادیات داریم میری فقط یه خواهش عشقی نشو فقط بخانش چرا تا یکی یکم سال است همه فهم میخوام بگانش چرا دیگه نمی کنی صدا جواب تکسا رو دیر میدی چرا دقیقا همین چیزای کوچیکه که میده مغز این آدم رو بلا فرشتم تو بودی الان یه دویلی اینه من تو بودی کاش بودی ببین فرشتم تو بودی الان یه دویلی مدل استراکچر گفتنشو حالا دوست برای قافیه میاد ولی فرشتم تو بودی دیگه اونم ادبیاتیش بگو دیگه میدونی فرشته بودی دویلی یکم بسه من تو زقه این آدم رو بلا فرشتم تو بودی الان یه دویلی اینه من تو بودی کاش بودی ببینی اعتقاد ندارم دیگه من بدینی خدا جون چی میخوای که همونده بمیریم زیر سیم دودای سیگار و زیر سینم به این فکر میکنم میرسی نه میرسی زیر صدا کچی بیت سشیم دیم دودای سیگار و زیر سینم به این فکر میکنم میرسی نه میرسی نه این صدا کی بود این زیر یه کوچولو چینه اوتوتیونش هم به نظرم میتونست خوشگل تر باشه ولی در کل به حاله میرسی نه توی یاد من همیشه هستی چشا تو ببند کورسش ولی آجی کچیه آه کورسش هفت تو مخم کورسش خیلی قشنگی هستی چشا تو ببند چرا میترسی یه ایراد بنی اسرائیل بگم تیپ پوتک رو دوست ندارم درست همش مارک گرونه تیپ چه دوست ندارم نفسی ها ولی مردم این بار چندم افسردم رقیبا همش منو بردن از دوست باشتن همه خوردم سنم کم یه جوون پیر زده تو قلبم این زمونه تیر خستم همه خستم تو اگه این یکی هم نمونه چی اگه این یکی هم بشکنه دلم اگه آجی خوبه دوست دارم خوبه دوست دارم این ریسک پذیری پوتک هم دوست دارم اینکه این چارچوب خودش اومده بیرون تو این یه سال و نیم تقریبا دو سال و هی خروجیاش به نسبت هی داره بهتر میشه و کاره مثل بیت کار این انتخاب این بیت ها چه هم خیلی انتخاب به نظرم پر ریسکی بود هم خیلی فضای بیت درسته هم فضای
آهنگ خیلی درسته، هم فضای موزیک ویدیو خیلی بهش میخوره، کلا منو درست برد تو این موده. دمش گرم. یکی هم بخواد که برم و نکنه عشقی شمال من نباشه، اگه یکی هم درار گریم و دلم و شکوندی به همین راحتی شدم سیگاری نخی نپاکتی میخوای بری برو شدم یه سیگاری نخی نپاکتی هم تو بالا یعنی خیلی میکشم ها، ولی اینو میتونست، اینم مثل اون دویلا میتونست خوشگل تر بگه. شکوندی به همین راحتی شدم سیگاری نخی نپاکتی میخوای بری برو اگه اینجوری راحتی آنارم رسیده تش میشه بیروحیه تر به تو چی میرسه تش میکنی چشام و تر من که تنم بعد تو چیزی نمون بعد تو بگو تو هم منو یادت میاد منو دم سو توی یادم بیریج خوشگل اینجاشم دوستشم. خوب ملودی های بالی به نسبت ملودی های بالی داره میزنه پوتک بری بروک اگه اینجوری راحتی آنارم رسیده تش میشه بیروحیه تر به تو چی میرسه تش میکنی چشام و تر من که تنم بعد تو چیزی نمون بعد تو بگو تو هم منو یادت میاد منو دم سو روی یاد من همیشه هستی چشاتو ببند hey. چرا میترسی سخت نباشی حتی یه لحظه حیف که حرف من نداره تأثیر به نازم. اوه تصادف دی اند. اوکی شنیدین؟ به نظر من یکی از بهترین خروجی های پوتک تو آهنگ های ایموشنال بود و چیکار کرده بود پوبون، کار خیلی خوشگل بود. بجز اون دوتا که به نظرم میتونست علاوز تکسی بهتر باشه، حالا سلیقه ای اون، بجز اون میگه شدم سیگاری پاکتی نه بوکسی ولی بجز اون دوتا خیلی باحال بود، خیلی باحال بود. پوریا پوتک رو به نظر من حاجی همه اگه نگاه به مسیرش بکنیم، اینو چند بار فکر کنم گفتم ولی دوباره میگم، که از کجا به کجا اومد، از چه سطحی به چه سطحی اومد، این خودش یه برده. یعنی اصلا تو همیشه باید ورژن بهتر خودت باشی و همین که سعی میکنی ورژن بهتر خودت باشی، چه لحاظ اینکه جیبت چنده، چه لحاظ اینکه کراودت چقدره الان، فن بیست چقدره و لحاظ حالا موزیکی تکنیکی اینا چه پیشرفتی کردی از این ای به این بی که الان هستیم و زدی که قراره برسیم، این خودش میتونه جذاب باشه. نگاه کنی بهش و الگو بگیری ازش، ازش امید بگیری که میشه، یعنی نباید حتما بابات پولدار باشه یا بیای این وسط، میدونی؟ حالا به هر شکلی که داری میای و اینکه ورژن بهتری از خودت هستی، همین چیزی که من هستم، اصلا جنگ همینه دیگه که من از آدم دیروز قوی تر باشم و این خودش ریسپکت زیادی رو واسه من داره. دمش گرم. خیلی آهنگرم، خیلی دوستشم.